ببینید قدرت نرم یا سافت پاور ابعاد گوناگونی داره و ساختنش کار ساده ای نیست. این رو هم در بعد صحبتم بگم که قدرت نرم هدفش اینه که به صلاح الگویی باشه برای دیگران، یعنی الگوی رفتاری، الگوی ارزشی، الگوی فکری، الگوی سلایق و اندیشه ها و افکار باشه برای دیگران، الگویی که دیگران ازش پیروی میکنند یا نگاهشون به اونه. از این بابت اگر نگاه بکنید، به عنوان مثال میگم، مثلا در همین جمهوری اسلامی که خودش روی که به صلاح کشور شیعه و اسلامی و به صلاح خودشون ام القرا و قطب دنیای اسلام میداند و از این حرفا، از فرزندان خود سران نظام بگیرید تا مردم کوچه و بازاری که صحبتش رفت، شلواری که تنشونه شلوار جینه، یعنی شلوار جین میدونید که در قرن بیستم اینا وقتی اومد به اروپا بعدم پخش شد، این شلوار کشاورز و پرولتر آمریکاییه، یعنی طبقه کشاورز و طبقه کارگر آمریکا ایالات متحده لباسش لباس جینز بود، یعنی و الان این به همه دنیا پخش شده، یعنی همه دنیا الگوی رفتاریش از لحاظ مثلا لباس پوشیدن بخوام بگیم الگوش شده چیز به اصطلاح لباس کسانی که لباسی که در ایالات متحده لباس طبقه کارگر و کشاورز بود. از لحاظ فکری و بخوام مسائل دیگه سیاسی و دیگر هم بخوام صحبت بکنیم، هنری، سینمایی، موسیقی، از هر جهتی شما بگید، نگاه قشر جوان ایران و نگاه کوچ و خیابان ایران و فقط ایران هم نیست، اروپا اینجوری به بخش های بسیار بزرگی از آسیا و به طور کلی دنیا به سوی غرب و به اون به سوی مکاتب مختلف هنری و فکری و فلسفی و سیاسی غرب، در نتیجه توهمی پیش نیاد که یک ما میخوایم این قدرت نرم غرب رو که قدرت مستقره و این استقرار این قدرت نرم مال امروز دیروز هم نیست، از مدت ها پیش شروع شده، اینو بخوایم اولا به چالش بکشیم. مثلا در زمان 57 خب طبقه روشن فکر ایران، حتی کسانی که در رأس قدرت بودند و در رأس قدرت بودند، می‌خواستن قدرت نرم غرب رو به چالش بکشن، نوشتن دیگه، می‌خواستن آسیا رو در برابر غرب قرار بدن و قرآن رو مبنای چالش‌ها و مبنای هنجارهای نوین و آینده قرار بدن که نتیجهش رو هم دیدیم. در نتیجه توقعی در این زمینه نداشته باشیم که ما می‌خوایم یه همچین کاری بکنیم. چین مثلا فقط در زمینه هنری پارسال 5 میلیارد دلار گردش کار هنرهای معاصر، بازار هنرهای معاصر contemporary art در چین بود، ولی چین با تمام جسش، با تمام حجمش، با تمام قدرت مالیش و با تمام اراده سیاسیش، حتی در زمینه contemporary art هنرهای معاصر نتونسته بیاد جای پاریس، لندن، فلورانس یا نیویورک رو بگیره. حتی در این زمینه اینه که توهم پیش نیاد. منظور از قدرت نرم این بود که ببینید، در یک کلام آخر برای جمع‌بندی این بخش این بود که ببینید، در ایران قرن بیستم از مشروطه به این طرف، جز یه پرانتز خیلی کوچکه که همون مشروطه که اون هم کاستی های خودشو داشت که مثلا ماشاءالله آجودانی بهش رسیدگی کرده و دیگران که اونم کاستی خودشو داشت، ولی روحیه ملی و ایرانی بود، عزم ایرانی، اراده ایرانی بود و خواست بنا کردن یک دولت ایرانی بود که مرکزی و پرقدرت و باتوان، چیزی که وجود نداشت. بعد از اون پرانتز مشروطه شما چیزی به عنوان این اراده ایرانی در عرصه اندیشه، در عرصه سیاست و با این هدف یک سیاست منسجمی که
از الف تا یش ایران باشه، نه چیز دیگری، نه طبقه کارگر، نه امت، نه توحید، نه اسلام، نه تشیع، نه شیعه جعفری، نه هیچ چیز دیگری، ایران باشه. اصلا به غیر از اون پرانتز مشروطه در جای دیگه شما در قرن بیستم در ایران اصلا نمیبینید همچین چیزی رو. اصلا چون این تلاشی نمیشه، یا اگر چون این تلاشی میشه چوب تکفیر غرب زدگی و چوب تکفیر مارکسیسم و اسلامگرایان و تشیع بلافاصله بالا میره و از بینشون میبرن، کسروی رو در دادگاه میکشن، صادق هدایت رو میگوین غرب زده است و و و و و و و این فقط در عرصه روشنفکری نبود، در عرصه سیاست، در رأس قدرت هم همینجوری بود. این باید صورت بگیره. امید من اینه که با نسل امروز که این تجربه هنگفت رو پشت سر خودش میبینه بشه این کار رو کرد. امید من اینه که بشه این کار رو کرد، و همونطور که بارها در این برنامه هم گفتم اگر نشه این کار رو کرد، یکی از دلایلی که ایران از بین خواهد رفت همینه. اگه نشه این کار رو کرد، به نظر من واقعا ایران از بین میره. تشکر میکنم افشین عزیز. افشین نریمان ببینیم در این زمینه، در زمینه الگوسازی. بله بله بفرمایید. من البته با یه بخشی از صحبت جناب دکتر فرهام موافق نیستم، و قسمت یکی از اون قسمت ها اینه که در دوره مشروطه که ایشون میفرمایند که پرانتز بوده، خب ما میبینیم نتیجه اون پرانتز این میشه که هر گوشه ایران یه کسی میخواد جدا بکنه از ایران، و بعد یه رضاشاهی میاد که اینا رو دو مرتبه وصل میکنه به همدیگه. من فکر میکنم اگر تلاشی که در دوره پهلوی شد برای زنده کردن ایران نشده بود، ما الان خیلی از این چیزهایی که میدونیم راجع به تاریخمون رو ممکن بود ندونیم، راجع به حتی خود کوروش تا یه بخشی از تخت‌شمشید که زیر خاک بود، تمام مقبره این بزرگان پارسیگویی که از خود فردوسیش بگیرین تا عطار و کسای دیگه که واسه شون این برانور مقبره ساخته شد و کتاب هاشون شروع شد به چاپ شدن و اینا همه خدماتی بود که در دوره پهلوی برای ایران، برای شناسوندن ایران انجام شد، و اتفاقا الگوی ایران یک الگوی بسیار موفقی بوده در دنیا. یعنی این شهادت تاریخه. یعنی ما اگر گهواره تمدن رو بخوایم در نظر بگیریم بین رود نیل و بین نهرین و ایران، بر اساس شواهد که از زیر زمین در اومده، خب ایران تنها جایی بوده از این سه قسمت که تو خود ایران هیچ وقت جنگ نشد. یعنی توی این فلات ایران اقوام مختلفی که زندگی میکردن تونسته بودن با هم مسالمت آمیز زندگی بکنن، در صورتی که از شمال تا جنوب بین النهرین مردم با هم میجنگیدن، از شمال تا جنوب رود نیل مردم با هم میجنگیدن. یک اتفاقی افتاده بوده در ایران که مردم با هم نمیجنگن و با هم تعامل میکنن، و اصلا فلسفه ای که این کشور به وجود میاد به خاطر اینکه از یکی از بین النهرین بهشون حمله میشه و اینا برای دفاع مجبور میشن که بیان این به اصطلاح کشوری که امروز اسمش ایرانه رو درست بکنن برای اینکه بتونن از تمام این منطقه دفاع بکنن. من نمیخوام وارد بحث تاریخیش بشم، ولی منظورم اینه که همینی که مردم به این نتیجه میرسن که کنار هم دیگه تعامل بکنن و به جای اینکه اسم جایی که زندگی میکنن اسم قومشون رو بذارن اونجا، بیان اسم یه سرزمین رو تعیین بکنن، بگن این سرزمین ماست که همه مایی که اینجا هستیم آزادانه میتونیم تو این سرزمین زندگی میکنیم. این خیلی ایده جالبی بوده. یعنی این ایده حداقل 3000 سال از اروپا جلوتر بوده، چون تازه الان اروپا توی همین 20-30 سال گذشته است که به این نتیجه رسیدن. شما نگاه کنید اسم کشورهای اروپا همه برخواسته از اسم اقوامشونه، انگلستان، نیدرلند، جرمنی، همه اینا اسمایی هستند که روی اسم اقوام بودن. به هر حال و چیزهای دیگه ای که تو فرهنگ ایرانی هست، ما اگر واقعا فرهنگ خودمون رو بشناسیم درست و مطالعه کافی روش انجام بدیم، میبینیم که بسیاری از سوالها توش پاسخ داده شده، به خاطر اینکه بدون اغراق باید بپذیریم که ایرانی ها یکی از ملت های باهوش دنیا هستند و این ملت های باهوش همیشه خالق هستند. و ما وقتی که مثلا یک شاعر یا یک ادیب اروپایی که دیگه خودش مثلا داره شعر میگه، کتاب شعر، یک عالم آدم دنبالشن، میاد یه بیت از مثلا مولوی میخونه، میگه این اصلا از یه جای دیگه اومده، پس یعنی اون مولوی که 300 سال 400 سال قبل از اون این شعر رو گفته خیلی کارش درست بوده،
خیلی آدم باهوشی بوده، خیلی جلوتر از زمان خودش بوده، انسان تونسته توی این زمان حرکت بکنه. این الگو رو ما خودمون علی مدت یه مدتیه که فراموش کردیم و من فکر می‌کنم که اگر این الگو رو دو مرتبه بشناسیم میتونیم اون جوابو به جواب به همه چی بدیم، برای اینکه بتونیم ایران رو، یعنی اصلا خود همین الگوه که ایران رو نگه داشته تا الان و فکر می‌کنم که نگه داره، انقدر قوی هستش که نگه داره. یعنی بنابراین شما آیه نریمان نگرانی ندارید از بابت ماندگاری ایران در تاریخ؟ نه نه ندارید اصلا. خب این نگرانی رو زامین پرهام داره، دکتر پرهام، و معتقده که اگر نسل موجود نجنبه ممکنه حتی ما دیگه نتونیم خودمون رو در تاریخ حفظ بکنیم. یعنی چارچنگولی باید ایران رو در این زمینه حفظ کرد با توجه به مجموعه توته هایی که الان به سمت ایران نشانه رفتند و وضعیت فجیعی که برای مملکت ما در از بسیار جاد. حالا مسئله اجتماعی و سیاسی به کنار، مسئله زیست محیطی است، مسئله آب، بحران آب و بیابانزایی که متاسفانه که از قربانیان اصلیش ما ایرانی ها هستیم. در این زمینه چی میگه افشین جان؟ ببینید مسئله اینه که ما اگر ایران رو بخوایم درست بشناسیم، یه بخشی از ایران فرهنگ ایرانه. در حقیقت این فرهنگ ایرانه که تونسته اصلا گسترش پیدا بکنه و اون زمین رو بگیره. این فرهنگ مثلا همین جشن گرفتن نوروز، مثل روابط پیچیده‌ای که ایرانی‌ها با همدیگه دارن. ببینید یه حکومتی 38 سال پیش میاد توی ایران که میگه که آقا این کتاب 1400، یعنی رسما میگه من می‌خوام شما رو ببرم به 1400 سال پیش. یعنی شمایی که الان دارین مثلا نزدیک شدیم به دروازه‌های تمدن یا دارین خودتون رو نزدیک می‌کنید به قرن، به اون اتفاقاتی که در روز میفته، ما میخوایم شما رو برگ 1400 سال برگردونیم عقب. همه جور تحقیری انجام میدن. موسیقی رو مثلا، یعنی نه فقط موسیقی، بیشتر هنرها ممنوع میشه اصلا. و حالا ما الان میبینیم ملتی که اینقدر تحقیر شدن، همه جور دنیا بهشون به چشم تروریست و اینا نگاه کردن، الان تو هر مرکز علمی دنیا که میرین میبینین که ایرانی اونجا نشسته و ایرانیه. یعنی که راجع به این فرهنگ، راجع به این تاریخ میدونه و این رو پذیرفته، قبول کرده که این آیدنتیتی رو، این هویت رو داشته باشه در کنار هویت حالا آمریکاییش و آلمانیش، فرانسویش، هر چی که هست. و این چیزی، این برد ایرانه. یعنی اگر تمام این اتفاقات هم نشه جلوش گرفت، یعنی نسل هم نجنبه، ولی یه چیزی توی این فرهنگ ایرانی هست که این باعث امتداد ایرانیت شده. یعنی شما ببینید الان ما هیچ کشوری رو نداریم که همچین قدمتی داشته باشه. ما یه جشنی داریم که 2500 سال پیش ثبت شده داریم که اینو جشن میگرفته، هنوز امروز این همون، یعنی بیشتر همون آداب رو داریم رعایت میکنیم و اینو جشن میگیریم ما. و این جشن جالبی و فرقایی که با بقیه جشنهای دیگه داره، برای شادی کردنه، اصلا نه برای کرکری خوندن برای کسی دیگه است، نه برای یه مناسبت مذهبیه بخوان سر چیزی رو ببرن، کسی رو بکشن یا بخوان گریه بکنن، نه اصلا یک رسمیه برای شادی کردن و کاملا هم زمینی و مربوط به طبیعت. و این باقی مونده و خیلی از سنت‌های دیگه ایرانی که باقی مونده و میمونه همینجوری. و اینا من فکر نمی‌کنم که با این چیزا پاک بشه. یه چیزیه که در تاریخ ما، یعنی سفر میکنه در طول زمان. دکتر برام. بله، من هم خیلی خوشحالم میشنوم این نقطه نظرات افشین نریمان رو، هم نمیدونم باید فقط خوشحال باشم یا نگرانی هم بهش اضافه بشه. ببینید من اونجوری که بارها گفتم، اصولا نسبت به مسائل بشری و انسانی و اصولا در سیاست هم بدبینیم، یعنی پسیمیستم، اپتیمیست نیستم. از کسی پرسیدن تفاوت این دو با هم چه، گفت پسیمیست یه اپتیمیست مطلع. اطلاعات درست آقای نریمان رو من اینجا زیر سوال نمیبرم. صحبت هایی هم که ایشون کردن راجع به بزرگی ایران و نقش فرهنگی ایران نه تنها زیر سوال نمیبرم که موافقم. اون بخشی که باعث خوشحالی من میشه در صحبت آقای نریمان همینه که درسته، منم موافقم. میگم این زیربنای
خوبی است برای اینکه برگردیم به این زیربنا و این زیربنا رو بیشتر بشناسیم. این کرسی های دانشگاهی رو که از انقلاب اسلامی به این طرف در اروپا و در آمریکا تبدیل شدن به کرسی های اسلام شناسی، و واقعا کرسی اسلام شناسی هم نیستن، کرسی توجیه جمهوری اسلامی هست، اینها رو دوباره تبدیل بکنیم به کرسی ایران شناسی. الان تنها کرسی ایران شناسی به معنای دقیق و آکادمیک کلمه در آمریکا کرسی رحیم شایگانی در همین لس آنجلس. بقیه رو همه رو از طریق وقتی بنیاد پهلوی تبدیل شد بنیاد علوی، از لحاظ سمبولیک هم جالبه دیگه، پهلوی رو کردن علوی، بعد محتواش هم همون شد دیگه. اینا تمام این کرسی دانشگاهی رو تبدیل کردن به کرسی توجیه جمهوری اسلامی. یعنی واقعا اسلام شناسی درست حسابی هم نیست. اون کرسی ها رو دوباره تبدیل بکنیم به ایران شناسی، بریم تمام این گنجینه ها و کتیبه هایی که داره خاک میخوره توی زیرزمین موزه شیکاگو، نیویورک، سن پترزبورگ، لوور، لندن، اینا رو در بیاریم، دانشجوی رشته دکترا تربیت بکنیم، ده ها و صد ها و صد ها که برن این کتیبه ها رو بشنن چیز بکنن، بشناسیم بیشتر و و و. ولی همونجور که بهتون گفتم، ببینید ما در یک زمانی یه چیز که چه عرض کنم، ما در یک زمانی ابرقدرت دنیا بودیم، فرهنگ ما بسیار فرهنگ غنی بود، ولی تقریبا از سلجوقی به این طرف، یعنی بزرگان ادب ایران رو شما در نظر بگیرید، فردوسی، خیام، حافظ، سعدی، مولانا، به این طرف و با به ویژه با استقرار تشیع به عنوان مذهب رسمی نگرفتن، ما دیگه تولید ادبی هم نداریم. یعنی شما تنها تولید ادبی قرن بیستم در ایران که ترجمه شد و مورد ستایش محافل ادبی پاریس و غرب و آندره بروتون و سورئالیستا شد، بوفکور و صادق هدایت، که گفتم بلافاصله چوب تکفیر جلال آل احمد بالا رفت، گفت آقا این آدم قرض زده است، این بدبخت رو انقدر منزویش کردن رفت پاریس خودکشی کرد، خودشو کشت. و در کنارش آل احمد چی شد؟ سیمی دانشور مثلا چی شد؟ یا علی شریعتی؟ یعنی وقتی کسروی رو تو کاخ دادگستری تیکه تیکه میکنید که پزشک قانونی میاد میگه من در سلاخانه با گوسفند ندیدم یه همچیکار بکنن، در کاخ دادگستری میکنید هیچ کس تکونم نمیخوره، نه شاه، نه وزیر، نه نخست وزیر، نه مجلس، هیچ کس. خب از توی این انقلاب اسلامی در میاد دیگه. ببینید من آقای میبودی منو بهتر از شما شاید بشناسم، من بارها اینجا گفتم من رامین، من مشروطه خواهم، ولی من پادشاه، من به کارکرد نهاد پادشاهی در ایران اعتقاد دارم، معتقدم اون کشور با اون تاریخ، با اون تجربیات، با اون زبان، با اون ادبیات، با اون مانتالیته و پسیکولوژی عمومی و فردی، پادشاهی در اونجا کارکرد داره. ولی من رامین پادشاهی رو برای ایران میخوام، نه ایران رو برای پادشاهی. ضرورت‌های سیاسی ایران چه در قالب نهادهایی که اجرایی باشن یا تقنینی باشن یا قضایی باشن، چه در برابر یک نهادی که به نظر من صرفاً و صرفاً سمبولیکه، نمادینه، و اون سمبول برای من سمبول بسیار قوی است. اون کار سمبولیک، کار نمادین از کار اجرایی و تکنوکراتیک خیلی سخت‌تره. کار اجرایی و تکنوکراتیک شما استعداد شده داشته باشید، 4 سال 5 سال مدرسه‌ش هم رفته باشید و 5 سال تجربه‌ش هم داشته باشید، میتونید انجام بدید. 10000 نفر، 20000 نفر، 100000 نفر حقوق بگیری دارید، میچرخونید، مشاوران خوب و و و. کار نمادین در سطح پادشاهی چیز اون کار هر کسی نیست. ضرورت‌های نظام سیاسی ایران رو، چه اون نهادی که سمبولیک و نهادینه، چه اون نهادهایی که اجرایی و تقنینی و قضایی هستن، ضرورت‌های اینها رو چه شکل و چه محتوا ایران تعیین می‌کنه، نه برعکس. اینه که موافقم با برخی اجزای صحبتایی که کردید، ولی فقط می‌خواستم در پایان این اضافه بکنم که ببینید زمانه ما در سیاست اون چیزی که تعیین کننده است قدرت، یعنی یا یک کشوری قدرت
اعمال اراده خودش و قدرت کنترل محیط جغرافیایی خودش، اسپس پولیتیک خودش، پول چیز رو پولیتیکال سپیس خودش رو یا قدرتش رو داره یا نداره. این وسط حاشیه خاکستری ما نداریم، یا نداره یا نداره. ببینید ما در زمینه فناوری، هر فناوری که بگید، فناوری اطلاعات و ارتباطات باشه، فناوری بیوتکنولوژی باشه، فناوری فضایی باشه، فناوری نظامی باشه، فناوری هرچی، ما در اینا خودرو نمیتونیم بسازیم، پیکان نمیتونیم بسازیم. صنعت خودروی ما تبدیل شده به فروشگاه اتومبیل فرانسوی. قرآنی که در اونجا توضیح میکنن در چین تولید شده، کشوری که قدرت تولید نداره، کشوری که اکثریت قاطع سهام گاز خودش رو منتقل میکنه به یه قدرت خارجی، خودش میشه سهامدار کوچک در چیزی که زیر پای خودشه، کشوری که کمترین تأثیری نه در تأمل، نه در اندیشه، نه در طراحی، نه در تولید فضای مجازی نداره. و فضای مجازی بخش قابل توجهی از دنیای امروزه. فضای مجازی فضایی است که ذهن و اذهان و قلوب مردم رو مستقیما 24 ساعت تحت تاثیر خودش داره و ایران کمترین تأثیری در این قضیه نداره، فقط تأثیر پذیره. منظورم اینه که این ایران دیگه ایران هخامنش و اشکانیان و ساسانیان و اینها نیست. این ایران یک کشور فقیر، یک کشوری که دموکرافیش در حال سقوط، یک کشوری است که اکثریت نصف از جمعیتش زیر خط فقر، کنترل صنعت نفت و گازش به کل از دست خودش خارج شده. هر قراردادی رو جلوش بزنن، مثلا قرارداد پیروز، هر قراردادی رو بزنن جلوش باید امضا بکنه. کشوری است که 300 میلیارد دلار خرج یه پروژه میکنه که به هیچ درد نمیخوره، قلب اون پروژه در میره، توش بتون میریزه و میگه فتح الفتوح، و میگه این یعنی فتح الفتوح، یعنی کشوری که به نهایت انحطاط فکری رسیده، بخش الیتش به نهایت انحطاط فکری رسیده. یعنی معنی فتح الفتوح هم دیگه نمیفهمه. یعنی یک چنین کشوری صرفاً با اون مولانا و شاهنامه و فلان این حرفا دیگه به زندگی خودش نمیتونه ادامه بده. گرچه من با شما موافقم و کسانی که کارشون ایران شناسی باستان است و واژگان شناسی است و ریشه های اتیمولوژی که واژگان رو چیز میکنن گفتن ایران سرزمین آریاست و یکی از معانی که به این آریا میدن هم میهن بودن آریا نژاد هاست. یعنی آریا این درش هست، ما هم میهن هم دیگه. من همه این چیزایی که میگید با شما موافقم، ولی امروز ما هیچ چی نیستیم. همیارم داریم گفتگو میکنیم با افشین نریمان عزیز، آقای دکتر لامین پرهام عزیز، دکتر لامین پرهام در پاریس، آقای افشین نریمان در واشنگتن. بحثمون هم درباره راستش سافت پاور بوده، قدرت نرم و اثراتش در روزگار ما، در دوری ما. جمهوری اسلامی که به تمامی قدرت داره از این ماشین استفاده میکنه، از این ماشین داره استفاده میکنه. الان در دستگاه اطلاعاتی ایالات متحده آمریکا، یعنی در آژانس امنیت ملی ایالات متحده، بخشی به نام یه نهادی وجود داره به نام تاو. این سازمانی که در اون چیزی حدود 1000 نفر سرگرم کارن، در رأسش این نابغه کامپیوتر اینترنت، فکر می‌کنم 26 7 سالش هم بیشتر نباشه. این سازمان نهاد در سال همین در حدود 20 سال پیش تأسیس شده. هیچ وقت تصور نمی‌رفت که این نهاد بتونه این همه قدرت پیدا بکنه و اهمیت پیدا بکنه در نظام امنیتی ایالات متحده آمریکا و همینطور در مقابله با حملات سایبری و این لشکرکشی هایی که از هر سو علیه نهادهای آمریکایی، سوی کشورهای بزرگ، روس ها هستن، ایرانی ها هستن، کره هست، چین هست و بیشتر. و امروز واقعا جمهوری اسلامی داره از این قدرت بهره گیری میکنه و خیلی از روشنفکران ما، خیلی از متخصصان ما با او همداستانن و همکارن. با آقای دکتر امین پرهام و تا لحظاتی که از بازار چهارگاهی عبور میکنیم برمیگردیم، با شما خواهیم بود، ببینیم نظر آقای نریمان چیست.
بخشی را به شما اختصاص میدیم، میتونید با ما تماس بگیرید. فقط خواهش میکنم از همین این پرسش هایی که دارید فرموله کنید، خیلی در با حداقل واژگان با دوستان ما در میان بگذارید. میرویم و برمیگردیم. بحثمون هم درباره همین قدرت نرم، وضعیت که ایران متاسفانه پیدا کرده وضعیت فجیعی است، خیلی ها نگرانن. رامین پرهام از جمله کسانی است که لحن نومیدانه داره نسبت به آینده میهن ما، به شرطی که اوضاع به همین روال پیش بره، یعنی در به همین پاشنه به چرخ. ولی من مطمئنم که بالاخره اون نیروهای دلسوزی که باید در لحظه مناسب و مساعد از خودشون واکنششون میدن، چون تاریخ ایران تاریخ شگفتی هاست دیگه، تاریخ حیرته، تاریخ وقایع غیر مترقبه، از چیزایی که نمیشد درباره اونها پیش بینی خاصی داشت. ببینیم حالا آقای افشین نریمان چی میدارن به ما بگن در پاسخ به اون چیزی که از زبان آقای دکتر پرهام شنید. رامین جان بفرمایید. افشین جان بفرمایید. درود مجدد میفرستم به هر دوی شما و بینندگان و خیلی ممنون از اینکه اینقدر از من تعریف میکنین، شرمنده میکنین واقعا منو. ببینید جناب آقای دکتر پرهام فرمودن که امیدی نیست به ایران به خاطر یه سری مشکلاتی برشمردن، مثل جنگل ها و نمیدونم محیط زیست داره از بین میره. هم درسته، تمام این مشکلات وجود داره، اما تمام این مشکلات یک نقطه مشترک داره و اون نقطه مشترک جمهوری اسلامیه. بنابراین ما اگر از جمهوری اسلامی خلاص بشیم، هیچ کدوم از این بسیاری از این مشکلات رو نداریم و امکاناتی داریم که میتونیم با تکیه به اون امکانات خیلی سریع خودمون رو به دنیا برسونیم. الان درسته خیلی عقب تریم، ولی ما میتونیم به سرعت خودمون رو برسونیم. یعنی مثلا اگر ژاپن ظرف مثلا 20 سال بعد از جنگ جهانی دوم رسون خودش رو به دنیا، ما مثلا تو 10 سال شاید بتونیم این کارو بکنیم، به خاطر اینکه یه امکانات خاصی داریم که توضیح میدم اون امکانات چیه. اولا ما یک نیروی بسیار مجرب و تحصیل کرده در خارج داریم که همشون تو بزرگترین مرکز علمی دنیا دارن کار میکنن، بروزترین آدمای دنیا هستن اینا و اینا ایرانی هستن. به خاطر همون فرهنگی که توضیح دادم اینا ایرانی هستن، یعنی اگر شرایط کار در ایران فراهم بشه براشون حتما میان به ایران، بیشترشون میان. بنابراین یه ثروتیه که هست، وجود داره، پتانسیلی که وجود داره. و بخش دوم اینه که مردمی که اومدن این همه محدودیت و محرومیت و سرکوب و ظلم رو تحمل کردن و به نوعی باهاش تعامل کردن، حتی خیلی جاها، و این حکومتی که انقدر وحشی بود و انقدر آدم کش بود رو، یعنی حکومتی که میومد بچه های مردم رو میکش، عکساشون رو مینداخت تو روزنامه، میگفت اینو امروز کشتیم، یا یعنی که اصلا از رادیو اسمشون رو میخوندن اعلام میکردن. حالا وقتی که سال 88 یکی از تظاهر کننده ها رو با تیر زدن و ازش فیلم گرفته شد، یه دختری رو به نام ندا آقا سلطان، اومدن ساعت ها برنامه ساختن که ما نکردیم این کارو، با اینکه تمام مدارک و اسناد و شواهد بود که همینا کردن، اسم قاتلش همه چی بود اونجا، ولی جمهوری اسلامی همش در انکار بود و تا امروز انکار کردیم موضوع رو. این یعنی اینکه یه چیزی توی این مردم هست که نمیذاره به اونجا بره. و این مردمی که این چیزا رو تجربه کردن، یعنی مردمی که اعتراض سیاسیشون سرکوب شد، بعدن تبدیل شد 20 سال بعد تبدیل شد به اعتراضات حزبی در چارچوب جمهوری اسلامی، اونم سرکوب شد، دو مرتبه شد اعتراضات مدنی، یعنی بر اساس حقوق. این خیلی چیز مهمی بود، به خاطر اینکه مردم با حقوقشون آشنا شدن، مردم فهمیدن که زن و مرد باید با هم برابر باشن. یعنی زنها تازه چششون باز شد، فهمیدن که باید با مرد برابر باشن، این حق ازشون گرفتن. و این خیلی موضوع مهمی بود، نه فقط از کارگرها، معلمها، تمام این صنفایی که جمهوری اسلامی شدیداً هم جلوش گرفت که اینا به وجود نیان، ولی به وجود اومد. همه اینا باعث شد که مردم با حقوقشون آشنا بشن. من باورم اینه که در آینده ایران قانون اساسی که نوشته میشه شاید یکی از کاملترین و بهترین قوانین اساسی دنیا باشه، به خاطر اینکه ما یه تجربیات زنده داریم. یعنی آدمهایی که خودشون ظلم رو با گوشت و پوستشون تجربه کردن و بیقانونی و قانون شکنی رو تجربه کردن، حالا خود اونها قرار قانون بنویسن و این خیلی موضوع مهمیه. منتها یه برهه زمانی داره این، یعنی این
نسلی که امروز خودش رو ایرانی میدونه احتمال داره که بچه‌هاش دیگه همچین احساسی نداشته باشن، همین ثروتی که الان در خارج از ایران خوابیده. این ممکن، یعنی برای همین ما من فکر می‌کنم که یه زمانی داریم، یعنی مثلا ما نهایتاً بعد تا 10 سال دیگه شهر این حکومت خلاص بشیم، به خاطر اینکه ممکنه آره اون موقع ممکنه که تمام این بدبینی‌های شما درست از آب در بیاد. ولی باز هم وقتی که به تاریخ، به قول آقای میبویی، تاریخ شگفتی‌های ایران، تاریخ حیرت‌ها نگاه می‌کنید که با تمام تاریخ تمام کشورهای دنیا متفاوته، این من بازم در نهایت خوشبینم که مثلا 100 سال دیگه دو مرتبه ایران برمیگرده به اینجا. ولی برای اینکه این 100 سال رو تو سیاهی نگذرونه، این 10 سال که الان داریم خیلی 10 سال مهمیه به نظر من. تو چه برام بسیاری از ملت‌ها بودن تا آستانه نابودی پیش رفتن، ولی در همین کشورها شخصیت‌های ظهور می‌کنند یا حتی دودمان‌هایی که اسباب نجات ملت خودشون رو فراهم میکنه، اصلا اینا رو به یک سمت و سوی دیگری سوق. حکومت میجی در ژاپن یه نمونه شه، ژو در چین یا شانگ در چین فرق نمیکنه، اینا تو آستانه نابودی پیش رفتن و ناگهان یک باره برآمدن و اصلا همه چیز دگرگون شد، از فقر و فاقه و بیچارگی و نابودی فاصله گرفتن، رفتن به سمت صلاح و خیلی خودشون. خیلی بودن اون کشورهای اروپایی رو که مثال نمیزنم، میرم رو کشورهای آسیایی که کمتر برای خود ما شناخته شده. چون حکومت گوگوریو در همین کره، در همین جایی که امروز اسمش کره شمالی است، اصلا سرنوشت این مملکت رو تغییر میدن، میگن که تا آستانه نابودی، تا پرتگاه نهایی پیش میره. خب ایران هم همین وضعیت رو بارها و بارها داشته. من رسیدی به آستانه نابودی نگاه کنید به همین چی؟ این متن باقی مانده از دوران باستان ایران که به نظر متن فوق‌العاده است، نشون میده که در یه دوره ویژه بعد از اینکه مقدونی ها بر ایران حاکم شدن و ایران به سمت فساد و تباهی و بیچارگی بینوایی پیش رفت، ناگهان ایرانی ها به خودشون اومدن، به خودشون اومدن و با یک قیام و شورش همه جانبه و سراسری توانستن با گذشته خودشون فاصله بگیرن، دوباره برگردن به همون وضعیتی که پیش از اون داشتن و آرزوش رو میکردن. دکتر برام بفرمایید. نه کاملا موافقم، یعنی این بخش صحبت‌های افشین نریمان عزیز ما چیزتر کرد به نظر من، برای من روشن‌تر شد دیدگاه یه مدار و واقعا موافقم. یعنی حتی افشین راجع به نقش دیاسپورا در گفت، تاکید میکنم این صحبت بسیار درستی است و این ذخیره دیاسپورایی که افشین از اون نام برد واقعا به اندازه نفت و گاز ارزش داره. اگر ارزشش بیشتر نباشه، چون اندیشه و مغز و ماده خاکستری اینجاست، اینجا خوابیده، و اگر از این در این 10 سالی که افشین به درستی بهش چیز اشاره کرد، به این پنجره 10 ساله، اگر از این توان مغزی و مدیریتی و فکری که و انسانی که در دایاسپورا خوابیده بشه به نحو احسن برای داخل استفاده کرد، بله میشه آینده خیلی 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 بهتری رو برای ایران در نظر گیره. در نتیجه من موافقم. این رو هم در تکمیل صحبت افشین نریمان بگم که من به اهمیت آب، جنگل، منابع طبیعی فلان همه این چیزا درسته، فقط منم اشاره نگم خیلی دیگه اشاره کردن، طبیعی هم هست. ببینید چون من و شما حتی بدون دموکراسی میتونیم زندگی بکنیم، ولی بدون آب نمیتونیم زندگی بکنیم، بدون آب نمیشه. و همه اینها درسته و اون چیزی که منو گاه اغلب ناامید میکنه و فقر اندیشه است. افشین عزیز ببین، اگر توده مردم ایران، لااقل نیمی از توده مردم ایران از خط مشکلشون خط فقره، بدبختی ایران اینه که بعد از اون نسل روشنفکری مشروطه که واقعا آدمای برجسته‌ای درشون بودن، برای ایران دلشون برای ایران میتپید، نه برای اسلام یا برای پرولتاریا یا برای فلان یا برای فلان. با نسل بعدی خیلی فرق میکنه. نسل بعدی واقعا برای سوسیالیسم جهانی داشت چیز میکرد، نسل بعدی واقعا درش برای اسلام میتپید،
آل احمد از مکه به خمینی نامه می‌نویسه دیگه. هست نامه‌هاش از همون چیزش هست. با مهدی بازرگان وقتی نهضت آزادی رو تأسیس میکنه در سخنرانیش میگه من اول مسلمان بعد ایرانی. اولین جمله‌شه. این نسل بعدی بود دیگه. یعنی منظور من این است که در کنار نابودی منابع طبیعی ما که خطر مرگ بیولوژیک رو گذاشته بالا سر کشور ما، خطر مرگ بیولوژیک گذاشته، اون چیزی که ما ازش واقعا در این 50-60 سال گذشته بسیار ضربه دیدیم بیش از خط فقر، خط فهمه. یعنی وقتی که بزرگترین ننگاورترین شکست رو روشن فکرانه ترین روزنامه کشور و کسی که داره به دانشجوی ایرانی در دانشگاه تهران علوم سیاسی درس میده، در دانشگاه رضا شاه درزگرد، در اونجا داره دانشجوی علوم سیاسی تبدیل میکنه، بزرگ ننگاورترین شکست رو چه صنعتی چه سیاسی چه دیپلماتیک بهش میگه فتح الفتوح. افشینی که اونجا رو بهتر از من میشناسه، چون واقعا من الان 30 ساله نبودم تو اونجا، ولی خودتو بذار جای اون دانشجویی که تو آمفیتا تو دانشگاه تهران گرفته نشسته به همچه استادی گوش میده. همه رفرانس ها همه چی تو سرش قاطی پاکی میشه، میگه آقا اگه این فتحه پس شکست چیه؟ یعنی بدبختی ما در ایران خط فهم بوده در الیت ایرانی. امید ما اونجاست که این نسل افشین، نسل افشین ها و این نسل، چون این تجربه گران پشتش بوده که خود افشین هم بهش اشاره کرد که ممکنه قانون اساسی ما بهترین قانون اساسی بشه به خاطر اینکه این تجربه شده، این نسل بتونه سکان امور رو به دست بگیره. و درست هم میگه، ما 10 سال فرصت داریم. اگر در این 10 سال بتونیم هم از شر این نظام راحت شیم، یعنی از شر این فرقه فاشیست جعفری راحت بشیم، اندیشه ایرانی رو غالب بکنیم، نسل امروز، نسل افشین و افشین ها رو بذاریم جای نسل لاریجانی ها و خاتمی ها و خامنه ای ها و رفسنجانی ها، یعنی نسل 57 که هم تو قدرت در قدرت هم تو اپوزیسیون، این جایگزینی نسلی رو بکنیم، این جایگزینی رو فکری رو بکنیم، اون وقت یه امیدی هست که آره از توی این نبوغ ایرانی که یک نبوغ فرهنگساز بوده در طول 3000 سال تاریخ، واقعا نبوغ فرهنگسازی بوده، ما خیلی فرهنگسازتر از اعراب و عثمانی ها هستیم. نمیخوام اینجا چیز نژادی بکنم، تو موزه هاست برید ببینید، هر جا زدن موزه هنرهای شرقی و موزه هنرهای اسلامی برید ببینید آقا از این 100 تا شیء که اونجا هست چند تاش مال ایران، چند تاش مال بقیه است. این چیزی که نیست که ما یه ملت نظامی نیستیم، یه ملت اهل جنگ نیستیم، ملت اهل فرهنگیم، ملت اهل موسیقیم، اهل هنریم، اهل رقصیم، اهل چیزیم. با این وام میشه یه کاری کرد، و الا این پنجره رو باید وقت کمه، ولی چیز سنا با توانایی های ایران میشه بر کاستی های ایران غلبه کرد، منتها وقت خیلی کرد. افشین جان بخواه بیرم به چه نقطه ایرین، چی میخواید شما؟ نسل شما الان رسیده به مرحله بلوغ فکری به نظر من که فوق‌العاده است، آگاهی از همه مهمتر، این گریز از خرافه، گریز از و پیامتاش که به نظرم خیلی خطرناکتر از خود خرافه. شما بالاخره به کجا رسیدید؟ چی میخواد؟ چی طلب میکنید برای ایران؟ ببینید، من جواب این سوال رو اینطوری باید به شما بدم، راجع به چیزی که ما تجربه کردیم. ببینید، ما یه ملتی بودیم که بعد از انقلاب 57 که ما مثلا سال 60 من رفتم اول دبستان، اونجا تازه میفهمی که آقا جفت، البته قبلش که تجربه داشتم، البته که من یعنی این خوی وحشی حکومت رو دیده بودم به خاطر مسائل خانوادگی، اما به هر حال یه بچه همسن من که از همون اول دبستانش میفهمید که حکومت مذهبی یعنی چی، یعنی که هی باید بسازی، هی باید رعایت بکنی و هی باید عقب نشینی بکنی از حقوقت، هی باید بدی تا بمونی، حتی فقط یا کتک نخوری یا مثلا توهین بهت نشه. بنابراین ولی یه چیزی رو میفهمی توی این پروسه، و چیزی که میفهمی اینه که حقت چیه.
شما چه چیزی رو لازم نیست رعایت بکنی و با حقوق داشنا میشی و ذره ذره شروع میکنین حقوق پس گرفتن. یعنی یک نسلی شد که شما میبینید اون نسل سیاسی که انقلاب 57 انجام میده تا مثلا سال 60 67 68 که دیگه همشون اعدام میکنن، بقیه هم فرار کردن در خارج دیگه. بنابراین از سال 70 تا 78 که میشه مثلا 20 سال از انقلاب حدودا گذشته، میبینید یه چیزی مثل انقلاب انجام میشه دیگه، داستان 18 تیر اتفاق میفته. حتی پروژه اصلاحات که من فکر میکنم پروژه حکومتی بود همون موقع، اونم به نوعی به شکست میخوره از این بابت که جمهوری اسلامی فکر نمیکرد مطالبات مردم در این سطح باشه. فکر نمیکرد که مثلا اگه یه ذره بهشون اجازه بده اینقدر میخوان بیان جلو. برای همین مجبور شد باشون با خشونت برخورد کنیم که ببرتشون عقب، چون داشتن میمادن جلو. حتی یه سری سیاسیون جمهوری اسلامی هم تو خودشون کشیدن بردن این جمعیتی که اینجوری اومد جلو. یعنی یه سری از اعضای جمهوری اسلامی رو هم ازش کندن تازه مردم. یعنی این یه همچین مردمی هستن. حالا ما فکر میکنم که منی که مدتی مثلا 20 چند سال در ایران زندگی کردم بعد اومدم اینجا، اولا دلیل علاقه‌ای که بهش دارم به خاطر اینکه همین تاریخ و فرهنگش رو به نظر من هر کسی بخونه عاشقش میشه و میفهمه که چرا باید باشه، چرا این خوبه که تو دنیا باشه اصلا هم این فرهنگ باشه و چقدر مفید بوده تا حالا برای دنیا. بنابراین این که علاقه شخصی بوده، ولی دلیل چیزی که ما همه میخوان به نظر من اینه که راحت زندگی کنن. و اینی که چطور راحت زندگی بکنی میشه همون قوانین، همون قوانینی که چوب ظلمش به تنت خورده. میدونی که تبعیض مذهبی یعنی چی، میدونی تبعیض قومیتی یعنی چی، میدونی تبعیض جنسی یعنی چی، برای همین حتما سعی میکنی هر قانونی مینویسی اینا رو توش در بیاری، حواست بهش باشه. و این فکر میکنم که اون نقطه خوشبینی منه. ولی یه چیزی راجع به حرفای پرام هم میگم، تو این 10 سال من میخوام بگم که من تو این 10 سالم خوشبینم، به دلیل اینکه ارتباطاتی که امروز در دنیا هست عجیبه. یعنی سرعت ارتباطات اینه که شما الان میتونی با ایران فیس تایم بکنی. یعنی همین الان من میتونم تلفنمو بگیرم و مثلا یه کسی از اقوامم در ایران این برنامه رو که همینجوری که من دارم با شما حرف میزنم ببینه. یعنی انقدر این سرعت بالاست، یعنی شاید زودتر تلویزیون شما حتی ببینه. برای همین میخوام بگم که این سرعت بالا و این ارزونیش و قابل دسترس بودنش برای همه مردم باعث شده که فهم عمومی اومده بالا و مردمی که در تنگنا دارن زندگی میکنن خیلی دنبال اطلاعات میگردن، خیلی شاخکاشون بیشتر تکون میخوره که بفهمن که چرا اینجوری هن، چجوری میتونن از این وضع بیان بیرون. و این باعث شده که فهم عمومی مردم ایران و جامعه ایران خیلی بره بالا. به نظر من الان ما دیگه فکر نمیکنم جایی از ایران باشه که این وسیله رو نداشته باشه. این اسمارت فون رو همه جای یعنی هر شهر و دهی شما بری حداقل یه نفر داره و از اونجا وصل میشه به همه دنیا. یعنی از هم با همین یه ابزار به این انقدری و ارزون که فقط داره یه پول اینترنت میده وصل میشه به دنیا. و این دلیلش اینه که ترکیب میز قدرت دنیا عوض شده. یعنی میز قدرت دنیا اگر یه روز تمام قدرت دنیا دست بانک‌ها و کمپانی‌های نفتی بود یا انرژی دنیا بود، امروز یه صندلی دیگه سر این میزه هست که اون اطلاعاته، که دست یه جنریشنی از ثروتمندانه که با اون جنریشن قبلی خیلی فرق دارن. یعنی جنریشنی مثل بیل گیتس و استیو جابز و اینجور آدم ها، کسایی که مارک زاکربرگ، این آدم ها که صاحب گوگل، اینها اولا زیاد خدا باور و مذهبی نیستن مثل اونها و دومن طمعکار نیستن. اینا دید انسانی دارن، نگاه انسانی دارن. برای همین ما فرصت بهتری داریم الان توی این 10 سال آینده. کاملا درسته که بسیاری از آگاهی ها از طریق همین ابزارهای تازه به دست میان، ولی متاسفانه فراموش نکنید که جهل هم داره از همین ابزار استفاده میکنه و داره خودشو گسترش میده. امروز گزارش اومده بود از حضور شبه نظامیان داعش در فیلیپین. درسته که داعش قدرت خودش در رقه داره از دست میده، درسته در موسل ناچار و عقب نشینی شد، ولی در یه سمت دیگه از آسیا داره پیشروی میکنه. یک شهر رو گرفته، یک شهر با 200,000 جمعیت در فیلیپین، اون سوی خاورمیانه، قلب آسیا. یعنی میخوام به تو بگم که درسته دانایی، دانش، نمیدونم این افکار نو و
فوق‌العاده مفید یا شخصیت‌هایی که در این زمینه صاحب تفکرن از این وسیله دارن استفاده می‌کنن، ابزار جهلم داره از طریق همین ابزار نو و مدرن خودش رو گسترش میده و این خطر جدی است برای دنیا. شاید استفاده‌ای که اونا می‌کنن خیلی بیشتره. شما امروز به سادگی دیگه می‌تونید از طریق همین شبکه‌های اجتماعی با نحوه ساخت آخرین مدل از بمب‌هایی که داعش استفاده می‌کنه آشنا بشید. سریع با همون موادی که در خانه هست می‌تونید بمب تولید بکنید. تمام امکانات در اختیار شماست. همین الان از این لحظه برنامه در اختیار شماست. 818-342-3031 فقط تمنا می‌کنم کوتاه و مفید و مختصر. 818-342-3031 درود بر شما بفرمایید. درود بر شما بفرمایید. از اینا که روی خطوط بودن و عضو میخوام ازشون بفرمایید. بله قربان با حضرت علی بفرمایید. درود بر شما و درود بر مهمانان عزیزتان. قربان شما. همینجوری که آقای نریمان و آقای دکتر فرهان گفتن جمهوری اسلامی در حال حاضر ثروت دست اونه، پول دست اونه، قدرت دست اونه، ولی در جهل و نادانی فرو رفته. تمام پولهای مملکت رو از بین بردن و فکر این نیستن که چه خواهد شد فردا، چه حادثه‌ای پیش میاد. سوالتون چیه؟ سوالتون رو بفرم. سوال من اینه که ما چه بکنیم که بتونیم همه با هم هماهنگ بشیم و اتحاد کامل داشته باشیم و همه با هم قیام بکنیم. این بهترین راه وسیله است که بتونیم مملکت رو زودتر بگیریم. تشکر میکنم. سوال مشخصی یادداشت بفرمایید. دو تلفن دیگه بعد رد میشیم از بازرشه بعد برنامه رو ادامه میدیم. درود بر شما بفرمایید. الان جناب آقای میبود قربان شما جناب بفرمایید در خدمتتون. این افشین اصل ما گوهره، گوهر تلاست، تلاست. یه مسئله هم هست آقای میگودی با دوست عزیزم خون به سلام از آقای افشین میگه مسائل گرفتاری ایران. یه مسئله مهم هم هست، این پدیده 30-40 سال خمینی از همه مهمتر بهترین محک سیاسی، اقتصادی، اجتماعی جهان بود. یعنی چی؟ یعنی بازرگان‌ها رو با یک سال تمام اون مسائل معایبشون برای ملت، برای آینده، برای نسل جوان، برای تاریخ ریخت بیرون. یعنی اون 7-8 گروهی که ضد مدرنیته یا روشنگری 50 سال پهلوی بودن هیچ راهی نداشت. اگر شاه با تمام ساواک و ارتشش میخواست 1/100 این کار خمینی رو انجام بده که ملت به این طریق با پوست و استخوانشون حماقت مذهبی رو بفهمن امکان نداشت. شاه واقعا یکی از متفکرهای زمان بود. فهمید 10 سال جلوتر کارترهای نفتی تصمیم به داغون کردن گرفتن به خاطر مسائل منفعتشون و مسائل. تشکر میکنم. کاملا مفهوم بود چی فرمودتون. حتی برخی معتقدن ما باید حتما از این دوران رد میشدیم اگر قرار بود که این گرد و خاک و قبار قرون رو از تن خودون بتکانیم. درود بر شما بفرمایید. میرم رو خط دیگری یا درود بر شما بفرمایید. سلام بر شما. قربان شما بفرمایید. سلام کنم به افشین عزیز و جناب آقای مهمان برنامه. من فراموش کردم اسمشون. آقای دکتر فرهام دکتر فرهام عزیز خدمتتون عرضم که سوال من که آقای افشین اوایل انقلاب خیلی حرکتایی شد، خیلی گروه ها دست به دست هم دادن که انقلابی را انداختن و خیلی از نسل جوان نمیدونن خمینی چطوری بستر کار اومد، کیا حمایتش کردن، چطوری انقلاب شد. چرا راجع به این مسائل در برنامه خودت، برنامه ما اپوزیتی برنامه درست نمی کنید که نسل جوان این رو بدونن؟ و از آقای دوست عزیزم باز من هموش کردم دکتر فرهام عزیز اینه که آقای دکتر فرهام شما که دیگه از نسلای خود ما هستیم میدونیم که انقلاب چطوری شده. جمهوری اسلامی پول داره، اصطلاح داره، نیرو داره، ارتش که اصلا وجود نداره. مملکتی که بخواد انقلاب کنه ارتش نداشته باشه و ارتش پشتوان مردم نباشه سخت انقلاب کردن. مردم چیکار کنن که پول ندارن، سلاح ندارن، ارتش هم ندارن؟ سال 57 همین موضوع انقلاب شد ولی ارتش که حمایتش کرد. بریم حالا ارتش دارن ترکیب ما چیه؟ خیلی ممنون. تشکر میکنم. ممنونم. آخرین نظرسنجی که در ایالات متحده آمریکا کردن حیرت انگیزه، 96 در محبوب ترین نهاد
در این مملکت ارتش. از هر 100 آمریکایی 96 تن ارتش رو دوست، ارتش رو تایید میکنه. خیلی بالا، نرخ عجیبیه. نرخ محبوبیت ارتش در آمریکا خیلی، در حالی که مثلا تو مملکت ما درست برعکسه دیگه. از هر 10 نفر 9 نفر این دستگاه‌های نظامی و انتظامی و شبه نظامی ایران رو منزجر. برمیگردیم برنامه رو پی میگیریم. نه عزیز، خب دوستان عزیز، خواهش میکنم که پاسخ شنوندگان عزیز ما رو بدید. اول آقای دکتر پرهام. آقای پرهام بفرمایید. پاسخ نمیدونم به کدوم بخش از گفته‌های شنوندگان پاسخ بدم، ولی ببینید کار خیلی سختی است. یعنی اگر سخت نمی بود که تا حالا شده بود. ما با یه قدرت بزرگی طرفیم که منافع فرقه خودش رو در بالای هر و نگهداری از این منافع رو اوجب واجباتشه، بنیانگذارش گفته که این اوجب واجبات نگه داشتن این نظام است و بقیه مسائل کاملا ثانوی است. و فراموش نکنید که اینها تجربه محمد رضا پهلوی رو هم داشتن. یعنی اینجا الان دیگه در آخر برنامه واقعا فرصتش نیست دادم وارد اینجور مسائل بشه که چطور شد پهلوی به این سادگی شاهنشاهی در ایران سقوط کرد و به این سادگی این جماعت به قدرت رسیدن. فقط من به یه نکته چیز میکنم در میان نکات دیگر. مطلبی رو من از طریق رسانه‌های فرانسه و جمله روزنامه فیگارو و که مرام این قضیه رو از چند شماره پیش داره پوشش میده. ببینید الان بین استرالیا و چین که در حوزه پاسیفیک هستن و تجارت و سیاست و مسائل ژئوپلیتیک و و و در اونجا بسیار اهمیت داره، یه مشکلی که به وجود اومده، یه مشکلی که دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی استرالیا رو خیلی به خودش معطوف کرده، این است که چین با توجه به دیاسپورای مهمی که در استرالیا داره، دستگاه‌های اطلاعاتی چین به شدت نفوذ پیدا کردن و در استرالیا خیلی فعال هستن. یکی از خب سرقت تکنولوژیک و کارهای جاسوسی به اصطلاح سنتی و کلاسیک که جزوش هست، این خودش دردسر بزرگی است برای استرالیایی ها. یه زمینه دیگرش اینه که دستگاه اطلاعاتی چین میخوان، یکی از اهدافشون اینه که هر گونه صدای چینی مخالف رو خاموش بکنن. برای این کار استرالیا بعد از مدتی متوجه شدن که برای هر دانشجو یا فعال مخالف چینی که به استرالیا پناهنده میشه یا در استرالیا فلان، دستگاه اطلاعاتی چین 10 تا آدم علم میکنن که اینا کارشون اینه که استرالیایی ها نفهمن که بالاخره کی مخالفه کی مخالف نیست، کی داره چی میگه کی چی نمیگه، حرف درست چیست راجع به وضعیت در داخل چین. هر یه انجمن یا انجیوی مخالفی که شکل میگیره 10 تا انجیو یا انجمن قلابی بغلش درست میکنن که کارش خفه کردن صدای اونجا. و اینه که میخوندم یاد ایران و جمهوری اسلامی بودن. جمهوری اسلامی 20 ساله 30 ساله اصلا تخصص بده کرده در این زمینه و این با زمان شاه خیلی فرق میکنه. شاه اصلا خلع سلاح بود، شاه کاره نبود. از ساواک یه قول بیشا خدا میساخته بودن که واقعا چنین نبود. یعنی دستگاه اطلاعاتی که اینا دارن در مقایسه با ساواک اصلا قابل مقایسه نیست. و اینه که کار بسیار مشکلی است، ولی چاره‌ای نداریم جز این که امیدوار بشیم. خب تشکر همچین عزیز. نکته رو شنونده ارجمند ما مطرح کرد که به نظرم جالب بود که شاید به انقلاب پدید آمدنش لازم و ضروری بوده برای اینکه ما این قشر زیرزمینی که بعدا خیلی مؤثر بود در تغییر شکل دادن به تاریخ میهن ما رو هم خل سلاح بکنه هم برهنه بکنه. و با این سرعت زیاد شما نگاه کنید یه بار یه ملت مذهب زده تبدیل شده ملت سکولار. نظرتون رو می‌خواستم. و
بله این اتفاق خیلی از این نظر خیلی مفید بود، ولی ما بهای خیلی گزافی رو پرداخت کردیم، یعنی اینو به ما خیلی گرون فروختن، ما میتونستیم اینو ارزونتر به دست بیاریم، ولی خب دیگه اینجوری شد دیگه، برای اینو به ما گرون فروختن و اینم به دلیل قدرت مطلقی بود که اون زمان کمپانی ها و بانک های بزرگ دنیا داشتن و کاملا بر سیاست دنیا غالب بودن و این انقلابی که در ایران شد درسته بخشی از تقصیرش به گردن انقلابیونه، ولی بخشی از تقصیرش هم هدایت اون تقصیر که البته اونا دقیقا هدفشون بود، یعنی اون کمکی که از خارج شد به انقلابیون و تحت فشار قرار دادن شاه و اینا همش دلیل داشت، دلیلش این بود که اومده بود شاه یه دفعه قیمت قرارداد کنسرسیوم یه طرفه به هم زده بود، قیمت نفت رو هم یه دفعه از 3 دلار ظرف 7 8 ماه میشه 14-12 دلار، بزرگترین جهش قیمت نفت بوده در تاریخ نفت در تاریخ دنیا ظرف 6 7 ماه و این اصلا از یعنی کنترل قیمت انرژی دنیا از دست دارندگان این قدرت گرفته شد و این خیلی اتفاق بزرگی بود، این کافی بود که اینا دنیا رو به خاطرش آتیش بزنن، حالی انقلاب ایران که چیزی نبود اصلا و اینا خیلی کمک کردن، یعنی از خود بی بی سی رو بگیرین تا همه جاهای دیگه، اصلا اینا رو خریدن و اومدن اصلا خواستن مردم ایران رو تحقیر کنن، حکومت مذهبی آوردن تو ایران، حکومت مذهبی 500 سال پیش تو اروپا تموم شده بود، حکومت مذهبی آوردن که تحقیر کنن مردم ایران، مردم ایران که تازه با تاریخشون و با گذشتهشون و در حقیقت با خودشون داشتن آشنا می‌شدن، یه دفعه بردنشون 1400 سال عقب، ولی خب شاید به خاطر میگم پیچیدگی مردم ایران باشه، شاید به خاطر اون کارهایی که در دوره پهلوی انجام شد، شاید هم کامبینیشن یعنی ترکیب هر جفتش، این باعث شد که نتونن موفق بشن توی این کار و الان با یک ملت کاملا ناراضی و به قول شما سکولار که از حکومت مذهبی حالش به هم میخوره تقریبا و دقیقا میدونه که چرا حکومت مذهبی حکومت خوبی نیست و در این زمین از تمام ملل دنیا جلوتره، یعنی اینی که این حکومت مذهبی رو به گوشت و پوست اینجوری حس کرده قشنگ میفهمه مذهب چیه و این میگم ما اینو به دست آوردیم ولی فقط بهای سنگین بود دیگه، بهای سنگین واسش دادیم. تشکر. ما در خانوادهمون همین از اعضایش که البته در شهر دیگری هم زندگی کردن در شیراز نبودن، اینا همه مذهبی بودن، یعنی فکر کنید بخشی از خانواده ما همه مذهبی، از بچه کوچیک تا آدم بزرگ، افراد سال خورده خانواده. تو این سفر یکی از اینا آمده بود به ایالات متحده آمریکا، پرسیدم که بس به همون قرار سابقه، گفت که خیر، گفت دیگه هیچ کس در خانواده ما نماز نمیخونه، هیچ کس هم روزه نمیگیره، هیچ کس، هیچ کدام از اون افرادی که من به خاطرم هست به من توصیه میشه وقتی میرفتم به اون شهر و میرفتم به منظور اونها توصیه میشه که حتما رعایت کن تو اینا، آره باید به عنوان یه بچه ای میرفتم به وارد خانه میشدم رعایت میکردم حدود مذهبی رو. همین الان تشکر میکنم از رامین پرهام عزیز. مثل همیشه رامین جان خوبی؟ رویه خوبه؟ ممنون مهبودی عزیز، خوبم، خیلی خوشحال شدم که فرصتی پیش اومد تونستم با شما و با افشین نریمان باشم، 4 سال بود که همدیگر ندیده بودیم، این فرصت خوبی شد. بله. خیلی ممنون افشین عزیز، خیلی لذت بردم از صحبت ها و اگه امیدی باشه در این نسل من واقعا یه چیز دیگه ای نمیدونم، من به معجزه اعتقاد ندارم، من نه با حجازی که قطعا نمیشه حجازی که از خب این افشین هم باید دوسته تو اسپانسر قوی پیدا بکنه، کمکش باید بکنن که بتونه یه چیمی تشکیل بده، کارش چقدر شد چون کارش واقعا استثنائیه، فوقلاده از کاره، کارش استثنائی و زحمت خیلی کار میبره، یعنی من میدونم چقدر زحمت میکشه برای نیم ساعت برنامه، چقدر بس سخت این کار، امیدوارم که این اتفاق بیفته دیگه، افشین بتونه کارشو به شکلی اداره کنی که هم راضی باشی، ولی یه چیزی رو در نظر داشته باشی که ما الان در عصری زندگی میکنیم که داریم، یعنی این کار، این کاری که من میخوام انجام بدم که بعد شما انجام میدین و بقیه ما کسایی که میخوان یه جوری مردم خودشون رو آگاه در بکنن یا آگاه بکنن، این الان خلاف جهت شنا کردنه و کار بسیار سختی،
ما باید یه جوری جهت آب عوض بکنیم دیگه، یعنی انقدر ما این بری شنا میکنیم تا جهت آب عوض بشه. چرا تو این فاصله که آگهی پخش بشه زنگ زن با دکتر با آقای مهندس شجره صحبت کرد در باره کدوم آقا یه فکر اساسی باید کرد برای افشین. واقعا همه ما وظیفه ماست، مثلا جوانهایی که وارد این عرصه میشن باید امکانات داشته باشن دیگه. حالا ما تحمل کردیم طی این دهه ها، ولی اینا باید با امکانات بیان و از امکانات تازه استفاده بکنن، بتونن کارشون رو فراگیرتر بکنن، گرچه فراگیره ولی فراگیرتر بکنن و مؤثرتر. تشکر میکنم، خدا نگهدار شما تا دیداری دیگر.